بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر خدمت شما وطنداران عزیز. خدا کنه جور و صحتمند باشین و صبح بخیر و به خوبی آغاز کرده باشین. باز هم شفیق عمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز دوشنبه است و موضوع برنامه ما معمولا روزهای دوشنبه در مورد فعالیت های شهرداری کابل می باشد، بخصوص در این شب و روز بحث ها بسیار گرم است در مورد به فعالیت های شهرداری کابل که بسیاری از ساحات زیر کار است و اکثریت هموطنان ما مصروف تخریب کاری دکان ها و خانه های خود هستند. ولی در کنارش مثل که هفته گذشته گفتیم، بازم یک تعداد هموطنان ما شکایت را هم دارند که امروز با جناب نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل به موضوعات شریک خواهد ساختیم و مورد بحث قرار خواهد دادیم. بارکزی صاحب سلام، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان و بینندگان عزیزتان. امید که عالمگی خوب باشه، صبحشان بخیر. عید گذشته همگی تبریک، در خدمتتان هستم. بخیر باشین. عید گذشته شما هم تبریک. زنده باشین. بارگزار شب، اگر آغاز هرج بکنیم که در بخصوص ساحاتی که سرک های ایجاد میشه، مثل سرک دیمزنگ تا کوتی سنگی، سرک دوآباد تا سرک فکر میکنم تا بدوله را بسر میشه و همچنان سرک بی بی مهرو تا سرک میدان گمرک میدان هوایی میشه، درست؟ بعضی از هموطنان ما در هفته گذشته شما نبودین تماس گرفته بودن، گفتن بخصوص از بی بی مهرو یک برادر ما تماس گرفته بود که خانه های ما تخریب میشه ولی هنوز پول برای ما پرداخت نشده. ما گفتم باش که یک دفعه از شما پرسان بکنیم که چون واقعیات هم هست، به خاطر که شما بارها گفتین که قبل از پول برشان پرداخت میشه و بعد از او ساحات تخریب میشه. تشکر بسیار زیاد. پروژه شهرداری کابل فعلا زیر کار است، تقریبا 7 تا 8 سرک بسیار کلان است، تکنار سرک های فری هم است، تمامشان همگی شان زمان شهرداری کابل بودن. کم از کم 5 ماه پیش برشان خبر داد که این موضوعی است، اونا همگی از پلان خبر بودن، این چیز نو نیست، همگی شان خبر هستند از پلان و خصوصا سرک دیمزنگ کوتی سنگی که در حدود 40-50 سال این پلان بوده و هست و اون طرف یک تا بلندمنزل هم آباد نشد، دلیلش همی است. اون مردمی که به ندای شهرداری کابل لبیک گفتن و در جریان جدیت شهرداری کابل بودن، اکثریت پول خود دریافت کردن. بعضی ها که چیشان هم آمده تصویر ملکی از زمینشان، حق استملاکیشان هم دریافت کردن. اما اون افرادی که دلدل میکردن، میگفتن میشه نمیشه و اسناد خود دیرتر تایی مرال کردن، استلام ها رو دیرتر جواب دادن، به همین ترتیب دیرتر هم پول دریافت میکنن به خاطر تایی مراحلی که اسنادشان دارن. مثلا در سرک میدان هوای گمرک پیشتر شما یادآور شدین که تقریبا میتونم بگم آخرین سرک بود که ما تخریبش را آغاز کردیم، بودن 47 الی 55 نفر. اگه شما نکنیم دمی تعداد پول خود دریافت کردن، یک تعداد دیگه در حال پروسس هستن، یک تعداد استعمال آمار تال جواب ندادن، یک تعداد دیگه در حالت کنترل است، یک تعداد حتی چکشان هم نوشته شده. خوب ما و شما میدانیم زمانی که همه ساله دولت بودجه نو خود را تصویب میکنه و منظور میکنه، یک مدت برداشت نمیشه از پول های دولتی. شهرداری کابل الحمدلله یک افغانی هم مشکل مالی نداره، به اندازه کافی پول داره، خصوصا در بخش استملاک، چون زمانی که تمام پروژه هایی که ما کلید میزنیم را هم در بخش ساختسازش هم در بخش استملاکش برآورد صورت میگیره و پول به یک کد مشخص انتقال پیدا میکنه. بعضی که پول انتقال پیدا میکنه، او دیگه حق مردم است، یک نفر امروز تیمران خود را میکنه پول خود را دریافت میکنه، یک نفر 10 سال بعد میکنه. او بحث جداگان است، اما پولشان نزد ما کامل امانت هست. فعلا یک سری افراد که چکشان هم نوشته شده، چرا پول برداشت کردن نمیتونن؟ به خاطر که بعد بودجه توضیح شوه منظور شوه و در این حال کد باز شوه. فعلا کدا بسته است، یک تعداد زیاد از افراد چکاشان نوشته شدگی آماده هستن، ما منتظر می هستیم که بخیر بودجه منظور شوه و اونا پول خود دریافت کنن. یک تعداد دیگه هم روزان تای مراحل خود را انجام میدن. اینطور یک مشکلی وجود نداره که بگیم فلانی پروژه رو پیسه نمیتیم خدای ناخواسته، یا پیسه نداریم، یا براتون پول داده نمیشه. همه چیز در یک تی مراحل کامل منطق اداری در حال جریان هسته. خوب کسایی که زودتر آغاز کردن مشکلشان زودتر حل شده و کسایی که متاسفانه دیرتر آغاز کردن دیرتر حل میشه. حتی اگر آغاز نکنن استملاک غیابی صورت میگیره و مثل بعضی از پروژه های ما که در دوران حکومت پیشتر اونا اجرا شده بود، اما بعد از 10 سال در دوران مارسن افغانستان مردم آمدن پول خود دریافت کردن. شهرداری کابل امین و امانت دار بوده همیشه. خب مهمترین بحثی است که مردم چقدر در این راستا همکاری میکنن و زودتر اجراات میکنن. سلامت باشین جناب بارگزار صاحب. در ارتباط با می دوکان ها و مارکت، بخصوص سرای های بزرگ و مارکت های بزرگی که در برخی از ساحاتی که زیر نشه شهرداری آمدن به خاطر ساختن سرک ها،
آیا در مورد سرنوشت اینا فکر صورت گرفته که همگیش دو میآید؟ اگر دکان است، اگر سرای است، اگر بلند منزل است، زمانی که نقشه تطبیق میشه مطابق با قانون دو بحث وجود داره. یک، اونا خساره ساختمان خود را دریافت میکنن، دوم خساره زمین خود را. خساره ساختمان خب بسیار عاجل برشون داده میشه، میمونه خساره زمین بعضی که حق تثبیت ملکیتشان بیاید، چون دیداری اراضی وقتی که روان میشه حداقل 20 روز یک ماه کم و زیاد وقت میگیره. وقتی که حق تثبیت ملکیت آمد، ما پول قیمت زمینشان هم همونطوری که به دیگرا پرداخت کردیم به برادران پرداخت میکنیم. خب باز تکرار میکنم، هر چقدر زودتر اینا اجراات بکنن، زودتر ما از طرف میتونیم برشان اجراات بکنیم. اما کسایی که اجراات کردن و گپشان در چک رسیده، باید منتظر باشن که بخیر بودجه منظور شد و بعضی که کدا باشد میتونن پول خود دریافت کنن. به خاطر از اینکه کدام صاحب مشخص برشان نشد حتما که اینا باز فعالیت های خود دوباره آغاز بکنن. مارکت های بزرگ بحثی است، بحث ایجا است که یک نفر یک ملکیت داره. منظورم از ملکیت نیست جناب بارگزار، منظورم از این است که یک دکاندار شاغل با کرایه برتون میگم. ببینید این مکلفیت شورولی کابل نیست که به یک دکاندار پس دکان بده. شما یک ملکیت دارین بدون اجازه خودسر، با وجود نقشه شورولی کابل در وجود میاد، گرفتین دکان جور کردین. درست؟ ما چه میکنیم؟ شما مالک دکان هستین، کسی که بر شما کرامته مسئولیت شورولی کابل نیست. ما کسی را میشناسیم که صاحب زمین است، ولی که 10 بلاک جور شده باشه، کلش فروخته شده باشه، تا زمانی که مجوز نگیره، بلاکات تقسیم بندی نشه، پارسل بندی نشه و برای هر بلاک جداگانه قواله داده نشه، ما صاحب زمین را میشناسیم. صاحب زمین را میخوایم، برآورد خساره ساختمانشان میشه، بعد از او زمینشان روان میشه در اداره اراضی، برآورد زمینشان هم میشه، با پول بر مالک میتیم، بر دکاندار یا کسی دیگه نمیتیم، هر کسی که مالک زمین باشه. ای که شما از مالک زمین دکان خریدین بر اساسی که بوده یا به او کرا میدادین، او معامله شما با او است و شما با مالک زمین باید موضوع حقوقیتان حل کنید. سلامت باشین جناب بارگیس. یک برادر ما از خیرخانه تماس گرفته بودن، اتفاقا در روزای بارندگی گفتن که آبها سرازیر شده و سرکار گرفته. در این مورد پلان های روی دست هست نیست؟ در آینده چه پلان هست؟ موضوع بسیار واضح هست. الحمدلله من یک تشکری خاص میکنم از پرسنل سرسبزی تنظیم و حفظ مراقبت شورولی کابل که 3 روز ایده با وجود بارندگی های شدید اینا کار کرده و حتی یک روز هم بعضیشون خانه نرفتن. مبحث اساسی چی است؟ برادر، شهر کابل کانالیزاسیون نداره و کاش که ساخت کانالیزاسیون مربوط شورولی کابل میشد، در صلاحیت های وظیفوی شورولی کابل می بود. یک اداره محترم دیگه رو کار میکنه که شورولی کابل با اونا در جریان هست، جلسات هماهنگی رو گرفتیم، تا جایی که ما در جریان هستیم روی دیزاین کارهای بسیار خوب صورت گرفته، اما عملا قدم برداشته نشده. یک موضوع. موضوع دوم، شما این جوی ها یا کانال هایی که در کنار سرک ها میبینین، اینا هیچ کدامشون نمیتونه وظیفه کانالشون انجام بده. اینا فقط یک راه اضطراری به خاطر انتقال آب شهر هست، با وجودی که همین جوی هایی که در کنار سرک ها هست فقط به خاطر انتقال آب همین سرک به کانالشون هست، چون کانالشون نداریم، ما مجبوریم آب شهر انتقال بکنیم. در کنارش متاسفانه زمانی که باز مسئله انداختن کثافات در داخل جوی ها میشه، هنوز کار ما رو سخت‌تر میکنه. اما در بسیار از مناطق که آب سرازیر شده، شورولی کابل پرسنل خود را کاملا در اون طرف بسیج کرده، جایی نیست که آب زیاد مانده باشه، مگر جایی که راه آبرو نداره که اونم توسط تانکر ما خالی میکنیم. حتی نای 12 که دیشب ما کامل در جریانش بودیم، یک منطقه را آب گرفته بود، پرسنل رفته مسئله پاکاری و در این حال با تانکر آب انتقال میده. خود تمام اینا کارهای اضطراری هست. هر آن کانال دیگه هم که شورولی کابل برای امسال دپنال داره، کارهای اضطراری است. ای زخم باید جور شود، ای با پانسمان جور نمیشه، باید ای زخم بخیشه و تداوی اساسی شود. مشکل آب شهر کابل تداوی اساسیش کانالیزاسیون است. یکی شورولی کابل مجبورن به عنوان کسی که میخواد زیربناها شهر حفاظت بکنه، در کنار سرک هایی که ساخته میشه خدا نخواسته خراب نشه، ما تمام امکانات خود را در دست میگیریم، فعالیت میکنیم که آب را بتانیم مدیریت بکنیم و انتقالش بدیم. اما این هیچ وقت راه حل اساسی نیست، باید این شهر صاحب کانالیزاسیون شود که امیدوار هستیم رهبری مرسوم افغانستان در این راستا توجه خاصی انجام بدن که یا شورولی کابل یا ادارات دیگه که در این راستا خودشان مکلف هستن این کار زودتر انجام بدن. بخیر باشین جناب بارگزار صاحب. عبداللطیف از کابل به تماس شدن. عبداللطیف سلام، صبح شما بخیر. صبح بخیر، شما خوب هستین؟ بخیر هستین. بخیر باشین، بفرمایید صاحب مشکل تان بگید. الحمدلله، از آقای بارگزار گفتم یک سوال کنیم دیگه، ان شاء الله که جواب بگم. ما از ناحیه 13 اونچی باغبانان به تماس شدیم. بله بفرمایید. امی تانگ تیل اونچی میگفت یک پلان هست اینجا، امی طرف خو از ساعت 4 بجه دیگه نه موتر را داره نه آدم. این امی پلان هم اینجا هست این سال یا نیست؟ چی رقم؟
تشکر سلامت باشید. طرف پول مایده علی ما دیدیم ساحر. اول خواهی تشکری میکنم، یک تبریکم بر شما میگم که در دو سال گذشته قوی ترین پروژه شهرولی کابل در نهایت 13 اجرا شد. خودشان میدارن که اگه بخوایم مبلغ برشان بگیم بالای 700 800 میلیون افغانی میشه که عملا دو اجرا شده و اجرا میشه. بدون شک در کنار نهایت 13 نواحی دیگه ما داریم که شاید اندازه 20% نهایت 13 امکانات و خدمات از دید سرک و گپای دیگه نداشته باشه و ما نمیتونیم که تمام بودجه خود را همه ساله در یک نایه مصرف کنیم. فلهازا سایکینا گفتن انشاءالله ما متوجهش هستیم، بعد از منظوری پلان کامل مشخص میشه که کدام سرکا در کجا باید تطبیق شود. اما فعلا هم در نایه 13 ما پروژه بسیار کلان داریم، یعنی از دید پروژوی نایه 13 ما از جمله اگر ما بتونیم سه نایه را برتر نام بگیریم یکی از نواحی است که بیشترین مصرف در وجود شده. این به معنی نیست که ما به سرک های دیگه به شمول سرک برادر ما گفت توجه نداریم، قطعا توجه داریم، باید تمام شهر کابل سرکاش پخته شود، پلان دو تطبیق شود. اما ای که همگیش در یک سال شود غیر ممکن است، در سالهای دیگه انشاءالله حتما ما متوجه هستیم. امسال هم الحمدلله در نهایت سیزدهم پروژه داریم و به این شکل پیش میریم. سلامت باشین جناب بارک صاحب. یکی از بیننده های ما در هفته گذشته در ارتباط با مارکت لسی مریم تماس گرفته بودن و گفته بودن که یک بار تمام کراچی ها و دستفروش ها جمع شد، حال دوباره در پیش روی هر دکان کراچی مانده شده. آیا مثل گذشته آور باز از اینا پول جمع آوری میشه؟ آیا پول دولت میگیره یا دکاندارا این کارا میکنه؟ چرا غم از امی بازار لیسی مریم خورده؟ ببینید بازار لیسی مریم ما چندین بار مکمل پاک کردیم و باز هم پاک میکنیم. این به معنی نیست که ما دیگه اون را پاک نمیکنیم، این اصول است و اجرایی میشه. در کنارش بعضی مکلفیات دیگه هم شهرولی کابل داره که از طرف رهبری محترم مرسوم افغانستان، خصوصا کابینه مرسوم افغانستان، بعضی هدایات در قسمت کارشیمانا و کسای دستفروشش میاد ما نمیتونیم که اگر بحث جمع کردن باش تمامش در یک شب ما جمع کردن میتونیم، برای ما مشکل نیست. اما خب تبعات بعدیش را ما میبینیم، موردی که مردم بخوای نخواین مشکلات اقتصادی فعلا داره، مشکلات شغل فعلا داره. اما به این شکل هم نیست که به دلیل این مشکلاتی که ندارن دیگه تمام سرکا پیاده روا بند باشه. این یک حالت ما قرار داریم که باید یک میانگین یا یک توازن رو ما بین دو موضوع به میان بیاریم. در او حدی که سرکا بند شد و قطعا ما اجازه نمیتیم پیاده روا بند شد و قطعا اجازه نمیتیم. خب بعضی موارد وجود داره، مسئله فیس خدمات شهری اگه دریافت می شهرولی کابل باید دریافت کنه، هیچ دکانداری حق نداره را دریافت کنه. اما در بعضی ساحاتی که درست است بعضی افراد غرفه های تیپیک برای خود جور کردن، چون در تفاهم نامه ما واضح در اون نوشته شده که شما حق ندارین که دائمی فعالیت بکنیم بکنین، اگر قرار بری باشه که پیاده رو یا سرک بند شد قطعا جمع آوری خواهد شد و این بسیار واضح هست که غرفه داری یا دست فروشی نمیتونه یک شغل دائم باشه. 5 سال 10 سالی کار کردن شغل دائمی برشون بوده نمیتونه، او دکانداری است که شغل دائمی است. اما باز هم تکرار میکنم با توجه به تمام ملحوظات اجتماعی که وجود داره خصوصا از دید اشتغال زایی ما اجرات خود را بدیم. بخیر باشین. یک تماس داریم از کابل، ببینیم کدام بنده ما خط تلفن است. برادر ما حقیار از کابل تماس گرفتن. حقیار صاحب سلام، صبح شما بخیر. سلام خدا بر بارگزار تقدیم میکنم. وعلیکم برای زمین محترم ما تقریبا 30 سال پیش خانه ما استملاک شد و برای ما نمران داد، مگر متاسفانه نمره ما سر جایدار یک کس دیگه خورد. بله. گفت شما منتظر باشید که پروژه بعدی شروع شد، تو حالی همون تو بانده در این بار سر گوشی رو بندازید که این پروژه هست نیست برتباط ما یک معلومات و اگر دولت دوم نمره از اون دادن هست برای نباشه چقدر قیمت همو یک نمره رو تعیین کدم در پولی پولی تشکر مزار نمره دولتی در پروژه‌ای که از قیمتشان واضح است، پروژه کم متفاوت است قیمتشان، مورد دقیق هم فعلا در یادم نیست اما متفاوت است. شهرولی که انشاءالله بین برتان میگیم، مبحث بعدی که شما سر شهرولی کابل یک نمره بالای جایداد حق دارین، او حقتون کاملا محفوظ است. شما خبر دارین که چند ماه میش یک فرمان مشخص از طرف رهبری مرسوم افغانستان آمد که فعلا توزیع زمین بند است به شکل کامل موقت. خوب است که شما منتظر باشین فرمان کی رفع شد، قطعا به شهرولی کابل مراجعه کنین و شهرولی کابل بعد از مراحل اداری که در قسمت اسناد شما داره قطعا در قسمت پرداخت یا مسئله پول شما یا پرداخت یا مشخص کردن یک زمین برتان در قسمت مسئله که بدیل جایداد شما بود اجرات میکنن. شما فعلا باید منتظر باشید که اون فرمان بخیر رفع شه و ان شاء الله اجرات بعدی شهرولی کابل انجام میده و زمین در ان شاء الله شما رو خبر میکنه. بخیر باشین جناب باگزاش، فکر میکنم کدام تماس داریم، ببینیم کدام بنده ماری خط تلفن است. بله سلام، صبح شما بخیر. صدای تلویزیون تارو برادر پخش کنین تا سلام علیکم بشنویم. بله میگم همین تلویزیون نمره داریم ما به خلیج ماخان 20 سال پیش به این نمره دستوندم، سند محکمه داریم، سند داریم، تبار تسلیم نشده، میگه اینا به دست همون زورمنده های
که تزدیش دولت نگرفتن از این مردم نداده. 20 سال ما دیگه توانایی نداریم که هر روز به کابل بیاییم اصفه کنیم. ما چکار کنیم این نمره؟ مادر جان شما که صدای مرا میشنوید، نمره شما مسئله در محکمه رسیده؟ بله، از محکمه اسناد داریم از قدیم، از 20 سال پیش. ببین ما براتون تشریح میکنم شما ببینید در کدام حالت هستید که چی اجراات باید بکنید، چون مسئله ملکیت نمره یکم پیچیده است. من حالت ها رو براتون تشریح میکنم در حالتی که هستید مطابق قضا باید پیش برید. ببینید مادر جان، اگر برای شما نمره توزیع شده باشه، شما نمره رو تسلیم نگرفته باشین، آویز بانک داشته باشین، یا اگر بدیل جایداد براتون داده شده و سند ملکیت داشته باشین، شورای کابل مکلف است برای شما یک نمره بده. این از حقای شماست، در گردن ما است. اما اگر بر شما نمره داده شده تسلیم گرفتین، اما یک نفر دیگه آمده بوده به زور از شما گرفته یا هر موضوع دیگه که بوده و گپتون در محکمه رسیده، بعد شما در محکمه برین فیصله خود را نهایی بکنین و مکتوبی فیصله محکمه را نه تنها به نایب به عوضه و دیگه قوای اجرایی ببرین. او آدمی که به زور در خانه شما شده قطعا ساحه را ترک میکنه و پس خانه یا نمره شما بر شما داده میشه. اینال من نفهم که شما در کدام مرحله هستین، در مرحله اول هستین یا در مرحله دوم هستین؟ خوب است که می اسنادی که پیشتان است حتما به شورای کابل مراجعه بکنین و بعد از او اما خط مسیرتان مشخص شود. اما اگر مشخصا در مرحله اول هستین و هنوز نمره برتان توزیع نشد، نمره که داده گفته بود در زمین های جنجالی است و شما اصلا ندیدین نمره را و تسلیم نشدین نمره را، در این ساحه شما منتظر باشین که ما پیشتر هم صحبت کردیم فرمانی که آمد امور رفع شد، انشاءالله با شما اجراءات در قسمت شما انجام میدیم. اما حق شما در شورای کابل هست یک نمره یا پولش و یا هم خود نمره را قطعا ما بر شما تسلیم خواهیم کرد. یک تماس دیگه هم داریم بارگیر سپ، تماس هم میگیریم ببینیم کدام نمره خط تلفن است. بله سلام، صبح شما بخیر. تماس شما وصل است، بفرمایید صحبت کنید. صدای تلویزیون تان را پخش کنید. و علیکم سلام برادر عزیز، صبحتان بخیر. سلام علیکم، صبح بخیر. سلام، خیر بخیر. سلام 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 لمو دا اکثر بلاکونه په خپل ویډیو کومه دا پرلسم بلاک نه خبرې کومه دا تر اوسه پورې نه ده پوښتوي دا په خیر ان شاء الله ورو راغم په خیر دې تاسو ته صبر وکي. الحمدلله موږ په دولسم نه یې کې ډیره پرورې د لورسلی او په مختلف بلاکونه کې هم دا اوسم څنګه فرش روان دي د بلاکونو د سړکونو په خاول کار روان دي. ان شاء الله پر تاسو باندې نوبات رسیږي، خو تاسو صبر غواړي دا ټول کیسه په یو کال نه کیږي او تاسو بهتر مانیز په دولسم نه کې موږ وړم کال او شش کال او دا راتلونکي کال چې فعلا اوس موږ تاسو د کال په سر کې ډیر پروژې ان شاء الله لرو، خو یو څه صبر غواړي. داسې نه یې موږ تاسو لکه اتلسم نه یې لکه نولسم نه یې لکه شلم نه یې لکه یوویشتم نه یې لکه دوویشتم نه یې چې هلته د دولسم نه یې په پرتله چې وګوري 50% هم کار نه دی سوی. ټول دوویشت نه یې زموږ د کابل ښار دی او موږ داسې تقسیمات کوو چې دوویشت نه یو ته ان شاء الله په یو سترګه ورته وګورو. سلامت باشین جناب برگزش، وقت برنامه تمام شده، بسیار زیاد تشکر از اینکه حضور یافتین به برنامه. بخیر سلامت باشین، قربان شما. بخیر باشین. بنده عزیز بخش صدا شما دمیجا به پایان میرسه، تا برنامه بعدی که من شفیق کمالی در خدمت شما حاضر میشم، شما رو به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. ادامه برنامه را با همکاران عزیزم بعد از یک وقفه فراموش نکنین. خدا نگهدارتان، روزتان خوش.